هفته گذشته شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان 23مین نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های پاکستانی، شهباز شریف توانست 174 رأی در پارلمان کسب کند. شهباز شریف برادر کوچکتر نواز شریف است که 3 دور نخست وزیر بوده است. کارشناسان مسائل سیاسی پاکستان با توجه به دوستی قدیمی و روابط تنگاتنگ نواز شریف با حکومت سعودی و با نگاهی اجمالی به 3 دوره نخست وزیری وی معتقدند، با روی کار آمدن برادر نواز شریف احتمال قدرت گرفتن مجدد سنی‌های تندرو در این کشور بعید به نظر نمی‌رسد. به خصوص اینکه تنها حدود 6 ماه از به قدرت رسیدن سنی‌های تندرو طالبان در افغانستان می‌گذرد و رابطه میان سنی‌های تندرو در افغانستان و پاکستان از سال‌های قبل بسیار زیاد بوده و همواره بین دو کشور در حال رفت آمد بودند. در همین راستا گفتگویی دارم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند. جناب آقای هندی سلام، وقتتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، وقت شما هم بخیر باشه انشاءالله. ممنونم. نخست وزیری شهباز شریف چه تأثیری بر فعالیت سنی های تندرو و مدارس سلفی در پاکستان خواهد داشت؟ عرض شد خدمت شما که شهباز شریف برادر کوچیک آقای نواز شریف هستش. آقای نواز شریف هم که همجوری که رسانه‌ای که در سیاست پاکستان را خبر دارند 3 دوره نخست وزیر بوده و همیشه با روابطش با حکومت عربستان خیلی روابط تنگاتنگی داشتند و پشتیبانی قوی از طرف عربستان می شده در مقابل حزب‌های دیگر در پاکستان. و این زمان ما شاهد بودیم که خیلی اقدامات علیه شیعیان، علیه مراسم عزا در حسینی‌ها، انفجار بمب و اینها دیدیم در این 3 دورش. و آقای شهباز شریف هم در این زمان و حتی امروز ایشون سروزیر ایالت پنجاب هستش، یعنی بوده، الان پسرش شده امروز. و این ایالت پنجاب بزرگترین ایالت پاکستان هست از لحاظ جاه و هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ جغرافیایی و ارزش. و خیلی مدارس زیادی در این ایالت باز شد برای سلفی ها و اقدامات خیلی خطرناکی اینها انجام دادن در این دوره های حکومت آقای شهباز شریف به عنوان سروزیر پنجاب. و اوضاع در دست اینها اینجوری است که دیگه تقریبا تمام مدارس سلاح دارند و پولی که جمع میشه و پولی که از طرف دولت به اینا تأمین میشه اینا را خیلی قوی‌تر میکنه و هم جریتر میکنه، چون این سنی ها خیلی روابط تنگاتن با طالبان و افراد این قبیل دارن و این لحاظ خیلی تندرو هستند و فقط یک دور که میتونیم شاهد باشیم که کشتار شیعه شروع بشه که امیدواریم که اینجوری نشه. جناب علی بهندی، به قدرت رسیدن شهباز شریف در پاکستان چه آینده ای رو برای شیعیان این کشور رقم خواهد زد؟ یکی من به نظرم و آن کسانی که در این راستا نظریه دارن، نظرشون این است که برای شیعیان ممکنه یه وقتی خیلی سخت دیده بشه، یعنی ممکن هست دعواهای کشت و خون و کشتار و انفجار بمب‌ها و حمله به مقامات مقدسه و همچنین هم بارگاه ها دوباره شروع نشه، چون در زمان نواز شریف ما اینها را دیدیم و شاهد بودیم و این امکان داره که دوباره سر قدرت گرفتن آقای شهباز شریف که همون برادره و امکانش داره که آقای نواز شریف برگرده و تقریبا حکومت بین دو برادر تقسیم بشه. لذا و پشتیبانی قوی ایالت حکومت سعودی و حکومت عربستان ممکن است این را برای شیعیان خیلی تنگ کنه که امیدواریم با حالا و دخالت های حزب های دیگر و دخالت های مجمع بین المللی آقای شهباز شریف بتوانه یه نخست وزیر خوبی برای کل کشورشون باشه، نه فقط برای یک توده خاصی و نه برای یک جماعت خاص کار نکنن، ولی برای مردم و کشور خودشون کار کنن انشاءالله. ممنونم. وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند با ما همراه بودن. و اما خبر بعد،